آقای سهرابی، یکی از افرادی بودین که به پنل امروز شرکت داشتین، صحبت کردیم. خیلی خوشحال میشیم تا از دریچه هزار وولت در مورد چالش ها و در مورد فرصت هایی که فراراه مردم افغانستان است از شما بشنویم. تشکر از هزار وولت. چالش ها و فرصت ها در طی 4 دهه اخیر بسیار با مردمی از مو با وجود آمد و مو نتونستیم از چالش ها پند بگیریم و از فرصت ها استفاده بکنیم. بنابرای بعد از شهادت بابا مزاری، اما خواسته های که در برای جامعه هزاره حزب وحدت بابا مزاری تعریف کرده بود، اما تقریبا به دست فراموشی و تقریبا به دست فراموشی سپرده شد. بنابرای ما در تلاش بودیم، چنانچه که ما در زمان بابا مزاری نماینده وحدت در سراسر اروپا بودم و مسئول نشریه خبرنامه حزب وحدت و نیوز بلوتین در سراسر اروپا. برخلاف ما استفاده دادم از نمایندگی و در این فکر همیشه بودم که چطور بتونیم که راهکار را برای هزارها فرصت های را ایجاد بکنیم که تا بتونن دوباره امو اهدافی که ترسیم شده و را زنده بکنند، از او باورمند حرکت کنند که تا ما بتونیم به یک نتیجه مثبت برسیم. همین بود که با یافته ها که ما کوشش کردیم تا سال های بسیار متوالی در بین جامعه اهل تسنن اسماعیلی ما مفعالیت کردیم تا سال 2020. 2020 چرخش سیاست در افغانستان تغییر کرد و این زمانی بود که متازه تنستیم که فرصت ایجاد شد برای هزاره ها که امه طرح نوی را ایجاد بکنند، منطق نوی را ایجاد بکنند که بر اساس زو بتن هزاره ها گرده هم جمع شوند. و برای اولین بار بود که ما در 2020 طرح کنگره ملی هزاره را ریختیم با این اهدافی که هزاره ها هم پذیرش همدیگر در بین هزاره ها بدون قید و شرط که را با رهبران سیاسی مطرح کردیم، با مراجعین دین رهبر صحبت کردیم، با روحانیون اهل تسنن و اسماعیلیه صحبت کردیم، حتی احزاب سیاسی بین از دو گروه صحبت کردیم که تا تانستیم که اینا را زیر یک چتر در افغانستان جمع بکنیم. بسیار عالی. آقای سهرابی، بدون شک بحثا خیلی طولانی هست که هر کدامش واقعا به زمان خیلی زیاد نیاز داریم که بپردازیم به هر یک از عناوین. از فرصت هایی که امروزه در همین سال 2022 که گذشت و شروع سال 2023 هستیم، از وضعیت جاری افغانستان، مردم افغانستان از این فرصت ها چگونه میتونن استفاده کنن؟ دقیقا ما بر اساس ما یک زمان است که با چرخش زمان ما سیاست تعیین میکنیم و مثلا فعالیت خود برنامه ریزی میکنیم. یک زمان است که ما ریشه‌ای برخورد میکنیم. اینال ما کنگره در زمانی تأسیس شد که اعلان کرد که با وجود دولت اشرف غنی یا بدون دولت اشرف غنی یا با طالب یا بدون طالب، ما روی پلان های استراتژی که ترسیم کردیم پیش میریم، حداقل یک پلان 5 ساله که ایران ما قبلا در 2021 که اشرف غنی روی قدرت بود، ما در کابل اعلان کردیم که اگر دولت طالبان بیاید ما روی استراتژی که ترسیم کردیم باید پیش بریم. حالا ما در 2023 بر بخش برنامه های کنگره ای بود که با چالش ها چطور مثلا ما دست و پنجه نرم بکنیم، فرصت هایی که ایجاد میشه، فردا شاید تغییرات دیگه در حکومت افغانستان بیاید، باز ما چی رقم باید برنامه ریزی داشته باشیم که با اونا. فعلا ما بسته بسته پیش رفتیم. فعلا ما در صحبت های ما در مثلا در
کشورهای خارج مثلا دولت انگلیس، پارلمان اروپا، اتحاد اروپا، اینجا ما در تماس شدیم و با اونا به اصطلاح استراتژی مهم اصلی که برای هزاره ها ما تعریف کردیم با اونا شریک کردیم و اونا مورد استقبال قرار گرفتن. چون ما دو تعریفی که ما داریم بر از اونا، ما اول منافع مردم افغانستان تعریف کردیم، بعد از اون منافع هزاره ها را در بین از اون تعریف کردیم، بعد از اون ما تعریف کردیم که چطور میتونه هزاره ها یک پارتنر خوب برای غربی ها باشه و بتونیم انشالله یک قدم بعدی است که در 2023 که یک کنفرانس شیست بر امید خدا که در آینده نزدیک شاید ما یک کنفرانس دیگر در احتمال قوی در اتحاد اروپا داشته باشیم که اینی هست و همچنان قدم به قدم پیش میریم. تشکر. با این همه تشکر میکنم از شما. با این همه زحماتی که میکشین و ما شاهد هستیم که تمام افغانهایی که از افغانستان بیرون شدن، به خصوص هزارهایی که ما و شما میبینیم، به هر نحوه دوست دارن که یک گوشه از مشکلات مردم هزاره افغانستان حل بکنن، شما چقدر خوشبین هستین به برگزاری کنفرانس های اینچنینی مثل امروز که فردا همچنان ادامه داره؟ چقدر میتونیم که امیدوار باشیم که خبرهای خوش در راه هست؟ ما نباید احساساتی و ای تو بسیار مقدماتی و گذر ما تصمیم بگیریم یا ذوق زده شویم که ما میتونیم با یک کنفرانس یا با یک دو کنفرانس یا ده کنفرانس میتونیم یک مشکل حل بکنیم. ما اگر طوری که پیشتر اشاره کرده که ما یک پلان استراتژی 5 ساله رو ریختیم که روی ازو باید کار بکنیم، به هر حال ایجاد کنفرانس ها، سیمینار ها تنها برای ما معلومات میتن. ما میتونیم که در بین جامعه خود افرادایی را پیدا بتونیم که برای مردمش دلش میسوزه، صادقانه استاد میشه، کار میکنه، توقع نداره. چون در افغانستان سیاست یعنی یک پروسی خریداری است، یعنی تو با پول میتونی حزب داشته باشی، با پول میتونی سیاست مدار باشی، با پول میتونی ملا باشی، با پول میتونی معلم باشی، با پول میتونی استاد دانشگاه باشی، با پول میتونی یک کسب و کار باشی، با پول میتونی مجاهد باشی، با پول میتونی مثلا سنگردار باشی. اینی حرفای است که بسیار زود گذر است. یعنی میتونیم بگیم که این کنفرانس ها و این سیمینار هایی که برگزار میشه به یک نحو راه ها را باز میکنه. دقیقاً ما به ما اهداف برسیم که واقعا فکر میکنیم به عنوان یک راه حل عمومی میتونیم از او استفاده کنیم. دقیقاً. یک چیزی که من اضافه بکنم که دوستای ما توجه داشته باشن، حداقل 130 سال است که هزاره ها در مرز نابودی، تحقیر، توهین به اصطلاح قرار گرفته که امروز خداگاه ناخداگاه بعضی باور هستیم که خود ما تصمیم گرفتن میتونیم. نمونه را برای شما، من مثال های بسیار زیاد دارم از استادای دانشگاه گرفته تا تجار و تارون، همه را که صحبت میکنی به طور نمونه با یکی صحبت میکنی که نظر شما در این مورد مشخص چیست؟ میگه صبر کن که دیگرا چی میگه. دقیقاً. دیگرا چی میگه بعد از او باز ما حرف. این به معنای عزیز که ذهنت ناخودآگاه در خونت، در دینت، امو فشار سیستماتیک عبدالرحمنی برای تزدیق کرده که تو خودت نباشی، برای تو باید کسی دیگه تصمیم بگیره. اینی متاسفانه در دینی ما از راه ها وجود داره. متاسفانه اینی یک زحمت بسیار زیاد داره که ما بتونیم این دینی را تغییر بدیم، از راه را به خود باوری برسانیم که خودشان آن چیزی را که باور دارن استاد شوند، از او باورمندی خود
قاطع باشند و کسی دیگه به جایش تصمیم نگیره. امروز به جای من و شما یک معلم ما و شما تصمیم میگیره، به جای معلم ما یک کسی دیگه تصمیم میگیره، در نهایت به جای حزب ما یک کسی دیگه تصمیم میگیره، به جای سرنوشت ما مثلا دولت تصمیم میگیره. به می خاطر است که ما حرف ما، صحبت های ما از نگاه تئوریکی، از نگاه همه خوب است، ولیکن در عمل ما تا انوز قادر به خود باوری نرسیدیم. یعنی امید ما است که از آره خود باور شود و که تا بتونه در استراتژی خود، در سیاست خود، در قدرت خود، در تصمیم گیری خود، خودش وقت باورمندانش حرکت بکنه. اما صحبت ها رو شما در کنفرانس ها میشنوین در اینا که اینی تئوری خوب است، اینی تئوری خوب است، اینی کار باید شود، اینی کار باید شود، در حقیقت عمل هیچ کسی نمیکنه. چرا؟ اما فضای عمل کردن وجود ندارن. من برحال تشکر. زنده و سلامت باشین. سلامت باشین.